Hi Lucas, good morning. صبحونه ایرانیه، این هم صبحونه اروپاییه. چالش سربالایی خاکی. تو بچه رو بدید لوکاس. وارد بندر چیریه شدیم. سلام و درود بر شما دوستان و عزیزان همراه و همسفر. داوود نوری هستم و همراه با همسفرم آزاده ایرانگردی میکنیم. با دوچرخه در سفر زندگی میکنیم. صدای منو امروز میشنوید از بندر زیبای مغام. اینجا چند تا سایکل توریست هم دیدیم. یک نفر از سوئیس اومده به اسم لوکاس. با لوکاس آشنا شدیم. با یک زوج سایکل توریستی که از تهران اومدن با اون آشنا شدیم. با بچه‌شون اومدم. خلاصه الان میخوایم یه صبحونه با هم دور هم بزنیم و بعد راه بیفتیم بریم سمت جزیره هندورابی. با ما همراه باشید ببینیم چی پیش میاد. بانکی از فالوورات رو هم میدید. آن داری میگیری؟ خوبی ثابت بخیر. سلامتی. همه چی خوبه؟ خواستی فیلم منو خراب کنی؟ آره دیگه باشه. خراب نمیشه، بهتر میشه. قربون شما. بریم صبحونه رو آماده کنیم ببینیم چی پیش میاد. صبح شما هم بخیر. خوبی؟ همه چی خوبه؟ رو به رشدی؟ املتمون هم برقراره دیگه همیشه. لوکاس هم که اینجاست میخواد زودتر را بیفته. Hi Lucas, good morning, how are you? Very good, thank you. Everything is good? Yes, my bicycle is all rolling again. Very good. Okay, let's eat breakfast. Yeah, let's eat breakfast. ما کماکان منتظریم بچه ها بیان. صدای گریه نیکان از اینجا شنیده میشه که کل پارک رو گرفته صداش. خوش آمدین. مرسی. این املت سر شد از دهن نیفته. بفرمایید. مرسی واقعا ممنون. نوشه جان. نیکان چطوری؟ خوبی؟ سلام. پسرم به‌به شد اومد. این صبحونه ایرانیه، این هم صبحونه اروپاییه. قهوه‌مون هم که آماده شد. دست گلت درد نکنه. بریم جمع و جور کنیم که راه بیفتیم. خب تا جمع و جور کنیم و راه بیفتیم ساعت 12 شد. ماشاءالله خدا قوت. پهلوون سفر به سلامت. سلام. های لوکاس. سلامت باشین. نیکان خوابید؟ نیکان چطوری بزن؟ آزاده خانم برو جلو. خوبی نیکان؟ بای بای. ما اومدیم آب و خوراکی رو وسیله بگیریم و لوکاس هم پاورش رو فراموش کرده رفت دوباره پاور رو از پارک برداره اونجایی که گذاشته بود شارژ بشه و دوباره ملحق بشه بهمون. خب لوکاس هم رفت پاور بانکش رو از پارک برداشت و برگشت ملحق شد بهمون. در این نقطه هم از بندر مغام خارج شدیم و داریم میریم سمت بندر چیرویه. حالا راه بیفتیم ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. مسیرم ساحلی و خیلی قشنگ و زیباست و الان تو این مسیر ما داریم 1، 2، 3، 4 نفره رکاب میزنیم که مجموع نفراتمون اگه نیکان کوچولو رو حساب کنیم 5 نفریم. سلام علیکم. نکنه غیبت میکنیم. خیلی تخمه نداریم. سبزی هم که نیست پاک کنیم. عکس نمیگیرین؟ سلام علیکم. همه چی اوکیه؟ اینجا هم درختای انجیر معابد خیلی خوشگلی داره. اصلا این مسیر خیلی زیبا و سرسبزه، مثل مسیر نگاه. یه ورودمون به اوایل ورودمون به استان هرمزگان مسیر کنار روستای خره بود، نه مثل اون مسیر خیلی سرسبزه، با این تفاوت که اینجا درختای لیر یا انجیر معابد هم زیاده. I think it's Shidwar or Morro Island. Yeah, Shidwar. جزیره روبرویی که داریم میبینیم احتمالاً تو تصویر مشخصه، جزیره لاوانه و کناریش که کوچیک‌تره و خالی از سکنه است. جزیره مارو یا شیدوره. خیلی زیباست. واقعا این زیبایی رو نمیتونیم کامل و جامعه توی تصویر بگنجونیم. اصلا انتظار این سرسبزی رو نداشتم توی این فصل از سال، اونم توی منطقه گرمسیر جنوب، یه کنار دریا. اکثر جایی که دیدیم و رد کردیم کوهستانی و کویری و به اصطلاح ماسه‌ای، و چیزی که بیشتر دیدیم توی این مسیر خاک بود. ولی الان بوته و کلی درخت و سرسبزی داریم میبینیم، انگار بعضی جا شبیه سوئیسه. خانم کارگردان دستور دادن که از این زاویه و از نور آفتابی که میخوره به دریا یه تلالای زیبایی داره، از اون فیلم بگیریم. گرچه اون چیزی که ما میبینیم به صورت کامل نمیشه تصویرش رو گرفت. آره خیلی قشنگ، فوق‌العاده است. خب دیگه از این مسیر به بعد دیگه از آسفالت خبری نیست، مسیر خاکیه و چاره دیگه جز این نداریم که این مسیر خاکی رو ادامه بدیم. اینجا هم یه پل دارن میسازن که هنوز کامل نشده. ما بیایم از زیر این پله رد بشیم. سروالایی مرسی. شما جلوتون سبکه سخت به درد می‌کنه. اشتالله باشتن بالا سر باشتنم کنید تا با هم میان بالا. چالش سربالایی خاکی لوگاس نشد، اینجوری نشد. وسط مسعود داشت رد میشه جلو، مسعود بسید. خسته نباشین. مرسی. این مسیر خیلی هزی چالش شده. آره مسیرش چالشی ساحلی به سمت چیرویه. ماشاءالله کابوی بچه‌ها کتاب قرآن دارن میان. نکن پر زمین. ظاهرا مسیر خاکی داره تموم میشه و نزدیک جاده آسفالت میشیم. کماکان در مسیر خاکی به سمت چیرویه. خب پیچیدیم توی فرعی زیبا و دنج و آروم. اینجا یه چند دقیقه استراحت کنیم و بعد مسیرمون ادامه بدیم. خسته نباشین. خدا قوت. همیشه تصمیمونو میذاره آخر، برعکس همه. لوکاس داره واسه باران، واسه نیکان توپ کره زمین باد میکنه. 1 2 3 خانم پریشان و خانم افشان. What are you doing, Lucas? Sen pançere. Poptum aktır. این چیزه، ورزش بعد از دوچرخه است. اونو ببین. اونو ببین. خب نیکان بازی باتون بازی میکنه نیکان. با عشق لوکاس فیلم میشه. تو بچر بدید. لوکاس ببین چی برای نیکان باد کرد. نمیدونم از کجا آورده. خریده یه چیز جالبه، بادکنکیه که کره زمینه. نیکان خب یه غذای مختصری بخوریم و راه بیافتیم برسیم به چیرویه که از اون ور داره آفتاب غروب میکنه. خیلی مسیر دنجیه اینجا. اگه پشا بذار دنج خیلی نیست. خب تا یه چیزی بخوریم و جمع و جور کنیم را بیافتیم دیگه غروب شد. بریم بندر چیرویه و اونجا یه جایی رو انتخاب کنیم که شب بمونیم و انشالله فردا صبح پاشیم را بیافتیم به سمت جزیره هندورابی. خیلی قشنگه. خب همکنون وارد بندر چیرویه شدیم، بریم یه جایی رو پیدا کنیم مستقر بشیم، شب کمپ بزنیم و چیزی بخوریم استراحت کنیم، با بچه ها گپ بزنیم، صبح زود دیگه باشیم را بیفتیم به سمت جزیره هندورابی. خب اومدیم لب دریا، اینجا یه پارکی توی بندر چیرویه پیدا کردیم که آلاچیق هم داره، امکاناتش ظاهرا اوکیه. میخوایم بریم همینجا شب رو بمونیم و یه دوستی هم کمکمون کرد که اینجا رو پیدا کنیم، یه دوست دوچرخه سوار. چطوری پسر؟ خوبی؟ همه چی اوکیه؟ ردیفه؟ همه چی اوکیه، آلاچیق هست، پرتقالدان، زادتان هست، نوشابه میدادن، همه چیز نوشابه میدادن. از این بر اومدیم از اون میریم. چطوری پسر؟ تو بودی تکچرخ میزدی؟ مواظب باش. ما داخل روستا اومدیم یه جای پیدا کردیم، یه فستفودی که بریم یه چیزی بخوریم دیگه، حوصله درست کردن شامو نداریم. بریم داخل اینجا یه چیزی بزنیم تو رگو ببینیم بعدش چی میشه. خیلی باحال اینجا، اصلا انتظارش نداشتیم. داخل این فستفودیه هم گیم نت، همین که بیلیارد اینا هم هست. خیلی ذوق کردم، بعد مدت ها بیلیارد دیدم. آقا حریف میطلبم. ببین نگاهی به دورنگ اینجا برداشت، یه دورنگ اینجا هست. بچه ها ما اینجا تو بندر چیرویه چند تا مغازه رفتیم و الان هم میخوایم بریم داخل سوپری. اینجا هر جا که خواستیم بریم دم در مغازه ها کفشا رو در میارن، این شکلی وارد مغازه میشن. دلیلش هم پرسیدم، به خاطر اینه که چون مردم که میرن بندر میرن دریا، برای شما کفشاتون در نیاوردین خانم. چرا کفشتون در نیاوردین شما؟ خودش بود. دلیلش هم پرسیدم، گفتن که به خاطر اینکه مردم میرن، اهالی اینجا میرن بندر میرن ماهیگیری، بیرون خیلی بالا سمت دریا شن و ماسه هست و گرد و خاک زیاده. وقتی اینجوری میان داخل دیگه فضای مغازه کثیف میشه، گرد و خاک میشه، خیلی شن و ماسه اینا میاد داخل مغازه و این کار انجام دادن. کلا یه فرهنگ مرسوم اینجا شده که کلا دمپایی ها رو دم در مغازه در بیارن. خیلی جالب بود برام. خب امروز هم اینجوری گذشت، همراه با کلی اتفاقات و ماجرای خاص و متفاوت. خیلی خیلی بی‌نظیر بود، تجربه خاص و متفاوتی داشتیم. سعادت اینو داشتیم که در کنار مسعود و باران خانم همراه با بچه‌شون رکاب بزنیم. خیلی برام جالب بود. سلام، چطوری؟ چی میخوای؟ خب داشتم میگفتم سعادت اینو داشتیم که در کنار مسعود خانمش و لوکاس که از سوئیس اومده و البته مسعود و خانمش همراه با نیکان کوچولو، همراه با یه بچه خردسال که رکاب زنی میکنن هم سفر بشیم. این سگ اگه بذاره ما فیلممون رو تمام میکنیم. خیلی خیلی برام قابل تحسین بود، خیلی جالب بود، خیلی جذاب بود که با یه بچه سفر میکنم و این حرکتشون میتونه خیلی الگو و الهام بخش باشه برای دیگران که کلی بهونه میارن که یه کاری رو انجام ندن. ما بچه داریم، مشغله داریم، نمیدونم وابستگی داریم، کار داریم و این داستانا. اگه واقعا عاشق یک کاری هستی به نظرم هیچ بهونه‌ای نمیتونه توجیه کنه که این کار رو انجام ندیم. شما امروز به عینه دیدین که چطوری این زوج گردشگر تونستن چی میخوای؟ مشکلات سفر در واقع با یه بچه خردسال غلبه کنن و این برام خیلی خیلی قابل تحسینه. امیدوارم که امروزم از همسفر بودن با ما، از همراهی با ما لذت برده باشید. منتظر فیلم‌های جدید ما باشید که قرار فردا بریم جزیره هندورابی رو ببینیم. امیدوارم که پر از اتفاقات و تجربیات خاص متفاوتی باشه. فعلا شبتون بخیر و ایام کام.